کتابی که میاد توی بازار میلیون ها داره چاپ میشه تو عربستان، اینا همه کس توان جوابگویی نداره. جوانی که آشنا نیست، محصل اول دبیرستان به بنده زنگ زده میگه آقا تو مدرسه ما جزوه آوردن، کتاب آوردن، بچه ها رو جمع کردن، میگن آقا خمس تو قرآن نیست، این اینا درست کردن، خود طلبه ها گفتن، خود علما گفتن. اولا که این یه حرف بسیار تندیست کسی بگه، هیچ عالمی گردن خودش رو سپر آتش قرار نمیده فتوا بده بی خود رو جهت. تمام این علمایی که فتوا میدن حکم میکنن روی قرآن و روایاته، هیچ کدام اینا قیامت اگر کسی برای منافع شخصی فتوا بده بشه خدا مسئوله. عالمی که برای تمام اینا با دقت 60 سال ریششو سفید میکنه توی فقه و اصول، یه عالم با احتیاط، با احتیاط یه فتوا بده. گفتم اولا که خب صریح قرآن است، وعلمو انما قنمتم من شیئن فان لله خمسه، این صریح قرآن است، فان لله خمسه بعد للرسول ذی القربا ابن سبیل شمرده. ثانیا روایات فراوان، ما بعضی تازگی یاد گرفتن میگن هر چی تو قرآن نباشه ما قبول نداریم. یعنی چی قبول نداری؟ مگه شما نخواندی که قرآن میگه ان کنتم تحبون الله فتبعونی، هر چی پیغمبر میگه حرف من خداست. مگه قرآن توش همه چیز آمده؟ قرآن توش میزان زکات نیامده، رکعات نماز نیامده، تعداد طواف نیامده؟ قرآن 500 خورده آیات احکام داره یا کمتر. بسیاری از جزئیات خود خدا تو قرآن میفرماید هر که منو دوست داره تبعیت پیغمبر کنه. ما آتاکم الرسول فخذو، 44,000 تا حدیث تو کتب اربعه ماست. کسی میتونه بگه من اینا رو قبول ندارم؟ مگه اینا از قال الصادق و قال الباقر و قال رسول الله؟ 44,000 حدیث تو 4 تا کتاب عرض میکنم که کتب اربعه ما، که شاید کسی نتونه به این سادگی تعداد اندکیشو رد کنه. بسیار روایات متقن محکم، کتابی که کتب چکشخور فقه و علمای ماست.